خب ساقی فکر میکنم یه ریگی تو کفشش هست، با این حال که ما یه چیزی درباره داریوش دیدیم امروز، یه سری چیزا دیدیم بچه ها، فکر میکنم حاله ای از ابهام در این سریال باشه، ولی با این وجود که من فکر میکنم که یکی دوتا شما خوشتون نمیاد. سلام بچه، من مهدی گنجی‌فرم از مستر دکو، حالتون چطوره؟ همراه با شیرین، نگاه و عبدی در مورد قسمت ششم سریال داریوش هستیم در خدمتون. سلام به مخاطبای عزیز و دوستای عزیزم، با غیبت طولانی اومدم با سریال داریوش که به نظر من یک سریال متوسطه که داره رو به سقوط میره، به خاطر اینکه دلایلم هم بهتون میگم. البته من فقط فعلا در قسمت ششم رو میخوام صحبت کنم. ببینید، فقط تنها کنجکاوی که برای مخاطبا بود شغل ساقی بود، که ساقی چرا باید یه ذره انقدر نرم باشه نسبت به کسی که حالا یه موبایلشو پن چیز کرده، دوز گرفته. خب شغل ساقی تا اونجا که من برداشت کردم یا استفاده از مرداست یا اونم حتما میخواد یه انتقامی چیزی بگیره. یعنی تنها چیزی که تو این قسمت به ما نشون داد، اون چیزی که برای مخاطب سوال بود، همچین چیزی بود. بعد برای من جالبه چرا آقای حجازی فر فکر کرده موضوع مهمی که تو وقتی پدر نوت رو میفهمی کیه، میذاری سه قسمت دیگه که مثلا ما بیان یه سکانسی ببینیم که خانم ژیلا شاهی میاد با اون اکت مثلا بازی میکنه، ما الان بیان تعریف کنیم وای چه بازی داشت خانم ژیلا شاهی. در صورتی این موضوع خیلی مهمی بود، برای من خیلی جالبه به عنوان یه پدر شما میای اصلا اینو نمیگی. من داماد سابقم رو دیدم، چون اصلا ندیده بود که دامادشو، من دیدم مثلا فلانی رو، سیفی رو، حالا اسمش هم سیفیه مثلا، که در صورتی که نمیاد بگی که ما سه قسمت بعد بیایم یه همچین سکانسی رو که جیغ و داد خانم ژیلا شاهی ببینیم و اصلا شگفت زده بشیم، که نه شگفت زده نمیکنه مخاطبین، یعنی من که حداقل شگفت زده نشدم. بعد بازی آقای قصابیان، دوستان من نمیدونم، من دوستشون دارم، بازیگر بدی نیستم، ولی چرا ما باید اکتای بروز وسوقی رو ببینیم؟ یعنی اینقدر این سرشو مالیدن. بابا خب تو اگر خودتو یه بازیگر حرفه‌ای میدونی، بیا اون عصبانیت تو رو چشات بیار، میمی که صورتت بیار. ما الان این دست کشیدن رو سر مال آقای بروز وسوقی بود که ما الان تو چند تا بازیگر تو سریال متفاوت داریم میبینیم. آقا منم سلام عرض میکنم خدمت همتون، تا یه جایی با شیرین موافقم و از اون به بعدش هم یه جایی هم موافق نیستم. کلا برمیگرده به همون که میگه ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است دیگه. یعنی شما هر کاری هم کنی یارو دزده تا خط. آقا من مشکلم با این مدل آشنا، چه مدل آشنایی دادنیه؟ مدیر بچه رو گرفته داره حال میدونم که برو بابات اینجاست. این چه مدل آشنایی دادنیه؟ اصلا بدترین نوعی که تو بخوای یک کیلو با یه بچه یا به باباش به هر کی معرفی کنی، اصلا نمیتونم احساس کنم که این جسد حالا طبیعیه، نگرم واقعا درست باشه، که خیلی بده که اینجوری آشنایی میده واقعا نمیدونم. ولی خب اونجا به نظرم اون سکانس، من بازی رایان سرلک و وحید اجازیفر رو خیلی بودم و به نظرم خیلی خوب بود. عرضم به حضور شما که این پستیجا رو اصلا نیستم، چه اون بلونده چه اون مشکی برای خانم دولتشاهی. بعد یه چیزی که تو همه فیلم‌ها من می‌بینم، مثلا یکی میره دزدی یه جایی که خیلی چیزه، یکی گشته به پای خودش، بعد اون که زنگ می‌زنه هی نگاه می‌کنه جواب نمیده. مگه میشه تو یکی رو گشته باشی به پا که به تو زنگ بزنه تو هی اینو نگاه کنی جواب ندی؟ دقیقاً اینا برمی‌داره یارو صدای محیط تو بشنوه یه چیزی بشه. ولی تو خیلی فیلم من دیدم یارو موبایلش زنگ می‌خوره منتظر هی برمی‌داره جواب نه، اصلا مخاطب خود بشه، اصلا این اصلا نمیتونم واقعا چیز کنم. و اینم که خب خیلی هم بده که کلا تو با یکی اوکی بشی که ببینی یارو برات نقشه خونه تو چیده. به بچه یه سکانسیه که بهرام داره با سهراب صحبت میکنه که میگه یه سیخونه که باید به داریوش بزنیم، یه فکر میکنم میدیوم شاید دوتایشون تصویرن. بعد که صحبت میکنه کلا بهرام اول صحبت میکنه، ببخشید سهراب صحبت میکنه، دوربین رو اینه، بهرام بلر میشه. بعد که تموم میشه صحبتش خیلی جالبه، بهرام سهراب بلر میشه، یه کلوزآپ میاد رو صورت بهرام و شروع میکنه بقیه صحبت کردن. اون هم خیلی به نظرم خوب بود که دو طرف بلر میشه، بعد یه دفعه کلوزآپ میاد رو صورت چیز. و گره‌ای که بیشتر انداخت جدا از اون، حالا که ببینیم خانم چیز چیکار است، اینه که بهرام با لیلاش نسبت داره که گفت هیچ وقت نباید چیزو ببینه، تحت هیچ شرایطی نباید وحیدو ببینه. خیلی ممنون از نظراتت. ولی یه داستانی که در مورد مدیر مدرسه هست، هیچ مدرسه‌ای به نظرم در هیچ جای دنیا انقدر راحت یه نفر که در میاد تو نمیذارن بیاد ارتباط برقرار کنه با بچه، حداقل زنگ میزنن به اونی که تلفنشو دارم یا یه نفر اومده اینجوری.
قانونا باید چیز بشه این داستان، چی میگن در مدرسه رو میبندن اگر بخواد اینجوری بشه شکایت بکنن. بعد خیلی جالبه، این خیلی تو نظر من بود و خیلی تو برنامه امید کاتمات هم من شنیدم، خیلی جالب بود. جیلاشایی نرفت مدیر مدرسه گیر بده، یه ضرب رفت اونور اونجا سنگ زد شیشه اون آورد پایین. و در نوع فیلم برداری هم اگر خوشت اومده پس نوع فیلم برداری رو تصدیق بشه، حتما برنامه من رو که این بالا میاد حتما نگاه کنید که گفتم نوع فیلم برداری چجوریه، حاله روی تمام فیلم ها هست که این اتفاق میفته. در مورد بهرام من برنامه اولم گفتم رقیب مالک پیدا شد، بهرام آدم خانم بازیه، احتمالش میره که به خاطر اینکه منیجر رو دوست داشته و جیلا شاهی رو الان شبیه منیجر است بهش پیشنهاد بی‌شرمانه داده باشه، احتمالش هست. نمیدونم شما یه همچین چیزی رو فکر میکنین که بهش پیشنهاد بی‌شرمانه داده باشه و اگر بفهمه که وحید باهاشه یه ذره دوچار مشکل بشه چون شبیه منیجر است، اینم منیجر رو دوست داشته و چقدر بدبخت بود صفیه و چقدر هم خانم نسرین و مقالو نقششو خوب بازی کرد. سلام میکنم به همگی. در مورد سریال داریوش بگم که ادعای یک داستان پیچیده و جذاب داره، روی پیچیدگیش تونسته که چیز بکنه، حرفش رو ثابت بکنه، ولی پیچیدگی غیر منطقی سریال داریوش انقدر توی داستانها گنگه که من مخاطب بعد 6 قسمت هنوز نمیدونم چه خبره، اسماب انقدر که پر از اسم من فراموش میکنم. سیر داستانش یکی از بزرگترین مشکلاتشه و غیر قابل درک برای من. بعد یک مشکل دیگه که سریال داریوش برای من داره توی این قسمت، باز هم میگم قسمت ششم، که مدام ما اسم نسرین رو میشنویم ولی چیزی نمیبینیم، یعنی یک شخصیتی رو آوردن در موردش صحبت میکنن که به احتمال بسیار زیاد گره های خیلی به دست نسرین باز میشه یا میتونه این گره ها رو باز بکنه، شاید وجود نسرین باعث بشه این اطلاعات به من مخاطب بره. اما خب برای من گنگه، غیر قابل پیشبینیه و در مورد دیالوگ ها هم بگم که خیلی ضعیف داره عمل میکنه، یعنی واقعا دیالوگ های یه جاهایی ضعیفه یه جاهایی حالا بد نیست، خیلی دیالوگ جذابی ما نداشتیم. آقای اجازی فر، شما نویسنده خوبی بودی، جغرافیای خودتو تو فیلم آتابای با کمک خانم نیکی کریمی خیلی خوب درآوردی. موقعیت مهدی یه آدمی بود که از جغرافیای شما بود، اونم خوب درآوردی. بازی خوبت به عنوان نعیم تو پوست شید با فیلمنامه خوب آقای محمودی، ولی شما نمیتونی، شما هیچ شناختی از پایین شهر تهران نداری، برای همین سریالت بیا یه پایین شهر مدرنی، یه سکانسایی به ما نشون میدی که پایین شهر یه ذره مدرن‌تر به ما نشون میدی، بعد ما یه سکانسی نشون میدی که نه پایین شهر 10 سال پیش به ما نشون بدی. تکلیف ما رو روشن کن، چی تو ذهنته از پایین شهر تهران؟ در مورد این که حالا میخوام یکم تجزیه تحلیل داستانی بکنم در مورد رابطه بهرام و لیلا، من احساس میکنم پیشنهاد بی‌شرمانه شاید بوده، واقعا این اتفاق افتاده برای اینکه زیر چترش باشن که حتی یه جا اشتراک فکر نکن که من مثل صفیم که هرچی بگه چشم، این دیالوگو من ازش شنیدم. بعد در مورد این که حالا اون طلاها توی اون خونه وجود داره که الان 6-3 قسمته داره ما رو سمت خونه ساقی هدایت میکنه، میرسه چاه و هم میداره چاه بسته شده، قطعا که طلاها اونجا وجود نداره، یعنی و اون طلاها برداشته شده توسط چه کسی؟ من فقط ذهنم سمت کاظم میره که آقای عباس جمشیدی فر بازی کرده، احساس میکنم که کاظم یک نقشی داره، ساقی هم این رو میدونه، توی اون کارت بانکی که گرفت اسم کاظم محسنی رو خوند، احساس میکنم که یک ریاکتی نشون داد ساقی به اسم کاظم و حتی وقتی که خود هادی حجازی فر اسمش رو آورد، یعنی داریوش گفت که من یه دوستی داشتم به اسم کاظم، خود کاظم هم موقع بحث طلاها میشه یه جورایی چیز میکنه، احساس میکنه میخواد حرفو عوض بکنه، قیافش تغییر میکنه و از اونجایی هم که اومد توی قسمت اول اموال کاظم رو به ما گفت که از کجا آمده، گفت من یه پدرزن پولداری داشتم اینو به من داده، احساس میکنم اینو نشون داد که بگه نه ترش این نبوده، اون پول طلاها رو داره استفاده میکنه، ولی خب از اونجایی که آدم ترسوی جرئت نکرده همه رو یه دفعه با هم بیاره وسط. این حدس من از قصه هستش. تا اینجا ریتم خیلی ضعیفه، خسته کننده، سکانس های زیادی بسیار زیاد داره، مثلا اون سکانس اول فقط برای این بودش که ما بفهمیم که آقای داریوش تخم مرغ شل دوست نداره، دلیلی نداشت اصلا به ما نشون بده، من اینو متوجه نشدم. کاملا در اشتباهی،
این سکانس رو نشون داد، بگه که این به خاطر چیزایی که دوست نداره حاضره به خاطر هدفش خیلی کارا بکنه. در تخم مرغ شل نشون داد حاضره، ولی این چیزی نبود که من مخاطب بعد 6 قسمت ندونم. ما میدونستیم که داریوش واقعا شخصیت درویی داره. و یه نکته هم بگم، داره داریوش رو باهوش نشون میده، از اون طرف تمام دستای ساقی از داریوش زرنگتره. نه میخوام بگم که تمام داردسته بهرام دارن تمام کارهای داریوش رو میپان، بعد اینجوری اون کارکتر باهوش داریوش میری زیر سوال برای من. پس همون ترسوس پس اصلا هم باهوش نیست، فقط ادعای باهوشی داره. شخصیت ها تناقض دارن به نظر من. آخه حالا حتما با چه میگن این دورو بودن، یا مثلا این که مثلا به خاطر هدفش همه کار میکنه، حالا با تخم مرغ نیمرود دیگه بهتر قشنگ نبود نشون بدن. خب تو خیلی مواقع دوست نداری ولی تخم مرغ نیمرود میخوری موقع چیز، ولی نمیدونم، ولی اینکه حالا چیز باش نمیدونم. من به نظر من میتونستن یه جور قشنگتر نشون بدن. بارها گفته، حالا میام سراغ چینی، بارها اینو گفته و اصلا کلا نگاه یه حرف خیلی جالبی زده. میداشتی میدیدی اون تیکه بازار رو تخم مرغ خوردن در بیارن، هیچ اتفاقی برای این قسمت نمیفته. ببینید کلن قطره چکونی اطلاعات وارد داستان کردن مخاطبا از دست میده. ببینید وقتی این سریال عنوانش اومد به اسم داریوش، خیلی ها روش حساب باز کردن. مخاطبای میگفتن آه داری یه سریالی میاد، حالا یه مقدارم چون ربطش میدادن به پوستشی همه مشتاق بودن این سریال ببینن. ولی ما ببینیم قسمت ششم میرسه و قطره چکونی ما یه اتفاقای ریزی باید از هر قسمت در بیاری. خب این ضعف یه داستانه. بعد مثلا من یه چیزی رو الان من به شما بگم، شما میای نشون میدی که بهرام و سهراب توی دیالوگی به هم دیگه که میخوان کیوان ساکتوف، من اسمش یعنی انقدر این سریال برای من اون جذابیت رو، من اسم واقعا شخصیت‌ها رو یادم رفته، کیوان ساکتوف رامین رو متقاعد کنم، میگن آقای داریوش علب مرز که وارد ایران شد ما میدونستیم. از کجا میدونستی؟ تو وقتی ببین بعد اومدی یه شکی عکس محوی رو نشون دادی، یه عکس رو محو پشت رامین نشون دادی، همه گفتن نه این یه ذره شبیه اون آقاییه که چیز داره، علیرضا کارواش داره، این حتما یه ربطی داره. ببین وقتی که وقتی رفتم قسمت پیش تو کارواش علیرضا، فقط سیفی اینو میشناخت که خودشو مخفی کرد، چون اونم قطعا سیفی رو میشناخت که مخفی کردی نبینتش. بعد اومدن خیلی از دوستان گفتن وای این عکس حتما ربطی داره، نه اینو فقط گول زدن مخاطبه که تو بگی وای الان یه چیز جریان خیلی بزرگتری رو میخواد تو قسمت دیگه به ما نشون بده. بعد ما میایم قسمت 6 رو میبینیم ای نه اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده، تازه طرف داره دنبال میگرده که این زمین داره نداره، چقدر مال و منال داره، بس اصلا شناختی روی علیرضا نداره، نه بهرام نه سهراب. شاهد هم داشته باشه، صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه ها مرسی از لطفتون، دمتون گرم بودی، نکات باحالی رو گفتیم. من برای این داستان یه برنامه ساختم که حالا قبلتر میتونید برید ببینید. خیلی ممنون عبدی، شیری متشکرم از لطفت، منتظر کامنت ها هستیم. نگاه متشکرم از لطفت، ممنونم. بریم ببینیم قسمت ششم چجوری بوده. امیدوارم یه سریال خوب بیاد توی شبکه نمایش خانگی، ما هم یه ذره کارکاسبیمون بهتر بشه. شب و روزگارتون خوش، خدا نگهدارتون باشه.